از نظام حکومت نظامند صحبت میکردند. این در حال است که شهر کابل پایتخت 34 ولایت افغانستان یا مرکز افغانستان از 2 سال به این سو در سرپرستی بسر میبرند. شهر کابل را شما ببینید امروزه به نمادی از کثافت و آلودگی تبدیل شده. امروز دومین شهر است در جهان که از اثر آلودگی از اون نام برده میشه. شما متوجه باشید در روز در هفته های اخیر با باران های متواتر شهر کابل یک دریای آلوده از هوا تبدیل شده بود. متاسف هستیم به حکومت که در زیر کاخش، در زیر زناخش که چارایی پشتونستان است، او جاده به تبدیل به یک بر و یک دریا شده بود. متاسفانه که حکومت اینقدر وجدان نداشت که سر خود را از دیوالای ارگ بیرون کنه و ببینه که در کنار ارگش آنچنان آبای آلوده جمع شده که شهروندان نمیتونن و بسیار مشکل از اونجا برو مرور کنن. ما شاهد هستیم که ریاست تنظیف که یکی از ادارات مهم شهرداری کابل است، متاسفانه در وسط یک دریای آلوده یا یک آبای آلوده قرار داشت که خود رئیس تنظیف نمیتونست از اونجا برو مرور کنه. ما متاسف هستیم که در طول 15 سال بیشتر از هزاران یا ده ها میلیون دلار بخاطر بابت شهرداری کابل مصرف شده، ولی ما امروز نمیتونیم که آدرس داشته باشیم از کارهای از این اداره. متاسف هستیم که امروز شهر ما و تبدیل به یک شهر شده که 70-80% خانه های بی پلان، خانه های برزور ایجاد شده. شما شاهد هستید که اداره شهرداری ما یکی از مفسدترین ادارات است که در غصب زمین، در ایجاد خانه های غیر پلان شده، شهرک های غیر پلان شده مستقیما دخیل هستند. اگر دخیل نیستند چرا وضاحت نمیتن؟ چرا مانع نمیشن؟ ما شما شاهد هستیم که شهر کابل 22 نایه دارد. هر نایه را که شما مراجعه کنین و جز از یک مدیر که در اونجا نشسته صرف به خاطر تصدیق تذکره ها و وکیل های گذر از اونجا استفاده میشه. این در حال است که هر نایه ما و هر نایه 22 گانه شهر کابل هزینه های متفاوت بابت مصارف و حفاظت محیطی همان نایه دارند. ولی از نبود اداره سالم در نظام حکومت افغانستان شهر کابل و تبدیل به یک شهر آلوده شده. شما شاهد هستید که هزاران شهروند ما به خاطر آلوده بودن از شهر و امراض گوناگون تنفسی مواجه هستند. شما شاهد هستید که ده ها طفل در بطن مادر خود بابت هوای زرآلوده که تنفس میکنند صدق میشند. متوجه باشین که آلودگی شهر مضرتر، مضحکتر و خطرناکتر از انفجار انتحار است. ولی متاسفانه حکومت ما شهردارای را تعیین میکنه به این شهر که هیچ گونه وجدان و هیچ گونه مدیریت بیدار و پویا در قبال از این شهروندان نداره. ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم که از وعده های میان تهی و گپ های جز تمثیلی بگذرد و یک شهردار که توانا باشه به شهریان شهر کابل معرفی کنند. متاسفانه مازاد هر آدرس بابت نظام های مفسد شهروندهای ما انسان های بیارزش در دنیا خطاب میشن. ما آخرین گپ مایی است که هر شهردار که اگر امروز فردا یا پس فردا را تعیین میشه بعد از این تعلیم مدنی از یک کار از این شهرداری نظارت میکنن و هزار برنامه از اینا حسابدهی و شفافیت بابت حسابدهی و شفافیت اینا را مورد پرسش قرار میدن. ما از همه شهروندهای خود میخواهیم که نگذارید که پشت درهای شما نیم متر یا یک متر آب استاده شد. برای این بجاده ها با حکومت را که شما رای دادید، رئیس جمهور که یک شهروند عادی با شما رئیس جمهور ساختید، بیان از پیشش پرسان کنید که جناب رئیس جمهور، شما در زمان کارزارای انتخاباتی تان شهر نمونه را بر شهریان کابل شما وعده نموده بودید. این درست برآمد که شما شهر نمونه از فساد، کثافت، آلودگی، نبود کانالیزاسیون شما به اثبات رساندید که به واقعیت شهر ما را دومین شهر خطرناک و شهر آلوده بر دنیا معرفی کرده. سلامت باشید.